دوستان گرامی بیننده، درودهای فراوان بر شما. من عادل رخشانی هستم، از طرف گروه هنرمندان هنرهای تجسمی ایرانی آمریکایی با شما صحبت میکنم. به این برنامه خوش اومدید. امروز دو تا مهمان عزیزی دارم من اینجا که خدمتتون معرفی کنم. قبل از اینکه مهمانامون رو به شما معرفی بکنم، باید خدمتتون عرض کنم که برای اون گروهی که نمیدونن این چه برنامه‌ای هستش، این برنامه از طرف گروه هنرمندان، همونطور که عرض کردم، ما یه گروهی هستیم که در حدود 11 سال فعالیت میکنیم و هر ماه در انسینو کامیونیتی سنتر در دومین چهارشنبه گرد هم میایم. برنامه‌های مختلفی داریم، برنامه‌های نمایشگاه داریم، برنامه‌های فیلم داریم، برنامه‌های سخنرانی داریم، برنامه‌های سرگرم کننده‌ای هستش که این گروه ایرانی رو دور هم ما جمع کردیم، اولا برای تعالی هنر و این هنرمندایی که اینور اونور هستن، به هر صورت گرد هم زیر یک چتری باشیم که یک صدایی باشیم در این شهر. به هر صورت معرفی میکنم به شما خانم شهلا ببه یا شهلا سپر که رئیس هیئت مدیره ما هستن در انتخابات جدید، و خانم گیتی رهبر که سخنگوی این گروه هستند و البته بیش از اینکه سخنگو باشن کارهای دیگه‌ای هم انجام میدن. در این گروه ما 9 تا خانم هستند که البته ببخشید 7 تا خانم است که 2 تا آقا بله در گروهمون هستند که در هیئت مدیره و درسته؟ درست گفتم؟ شما بفرمایید درستش کنید. اولا الان 10 نفریم که از این 10 نفر 3 نفر آقا هستن، 7 نفر خانم. 7 نفر خانم، 3 نفر آقا. بسیار عالی. البته از موقعی که عوض شده باید خدمتتون عرض کنم، از اونجایی که خانم همیشه یک سازش بهتری با هم دارن از ما آقایون، خیلی منظم و خیلی مرتب و همه چی درست شده و گروه ما واقعا یک انسجام بهتری پیدا کرد. ما یه آقای رو پیدا کردیم که اعتراف بکنم به این مسئله. من همیشه اعتراف کردم. من فکر میکنم اغلب آقایون در این دور زمانه دیگه یواش یواش دارن میفهمن واقعا، مخصوصا کسانی که یه مقداری تحصیلاتی داشته باشن و اومده باشن کشورهای خارج رو دیده باشن و ببینن که رفتار چجوری هستش. واقعا فرقی نداره زن و مرد. و همیشه یک زن رو من از موقعی که جوانم حتی بودم، یک زن رو من مثل خواهر و مثل مادر خودم دیدم. همیشه هر کی رو دیدم فکر کردم خواهر من یا مادر منه. به این طریق وقتی اینجوری باشه دیگه آدم اون دید شوونیستی رو نداره. خب شهلا خانم بفرمایید که راجع به این که شما رئیس هیئت مدیره شدید، چه مسئولیتی به عهدتون از چی کار میکنید الان؟ شاید بهتر باشه که من یک کمی عقب برم که چی شد که اصلا ما از یه خود سیستم انتخاباتیمون عوض شد. بله. همطور که شما هم اشاره کردین، ما حدود 11 ساله که این گروه، من فکر کنم یک کمی بیشتر از 11 ساله که پا گرفته. بله. و اوایل با تمام یک فراخانی فراخانی صورت گرفت سالها پیش برای هنرمندان، در حقیقت تمام هنرمندان ایرانی که خوانندگان و موزیسین ها، افرادی که بچه های تئاتر، اونا همه توی این گروه جا می گرفتن که بعد کم کم جدا شدن از هم دیگه، که هنرهای تجسمی هم از اون گروه جدا شد، که همینطوری که اشاره کردی 11 سال پیش تقریبا آغاز شد. به هر حال این گروه با افراد مختلف ارگانایز میشد، یعنی سازماندهی میشد. بله. و همینطور که شما خودتون جزو یکی از اون افراد هستید و بودین و هستی و کلی زحمت کشیدی. آخرین بار انتخابات ما سال، یعنی شروعش از سال 2009 بود که سال 2010 چه ماهی بود؟ شما یادتون میاد چه ماهی؟ می انتخاباتی داشتیم و تصمیم گرفتیم که به جای اینکه تک نفره افراد یا یکی دو نفر
معمولا همیشه این مسئولیت رو به عهده داشتن که مسئولیت خیلی سنگینی هم هست، همینطوری که همه کسانی که تو کارهای سازمانی کار میکنن میدونن که چقدر مسئولیت داره، به خصوص که ببینید کار درآمدی هم نیست و یک کار داوطلبانه است و باید از وقتت از جای دیگه بزنی و کار بکنی. و به هر حال هر کسی که تو این گروه یا به عنوان شرکت کننده یا به عنوان آرتیست که میاد کارش رو ارائه بده، به هر حال علاقه مند هست که داره میاد. هر کسی هم که علاقه مند باشه، به هر حال بدم نیست که یه کار جنبی هم انجام بده که کارها برای همه سبک بشه و دیگه به قول معروف دیگه برنات نشه، یه نفر یه کارو انقدر انجام بده فشار روی نفر نیاد، فشار نیاد. اگه بگم من این تجربه رو سالهای پیشم با گروه‌های دیگه داشتم و این اتفاق افتاده که بله ایشون توی گروه‌های خیلی زیادی فعالیت میکنه. شعلا خانم واقعا خیلی زحمت میکشن تو گروه‌های خیلی زیادی هستن. حتی قبل الان زیاد به اون صورت نیست، فقط الان چند تا گروه هستی؟ الان حالا با فمینیستا که هستی؟ با فمینیستا لاس میزنم باشون نیست. نه فمینیستا به هر حال ما الان سازمانی به اون صورت نداریم، ولی خب به هر حال تو کنفرانس هاشون شرکت میکنم، به هر حال از دور دورا دور در جریان هستم، برنامه رادیویی دارم که البته ماهی یه بار بیشتر نیست، البته اونا رو دارم، ولی بیشتر الان فوکسم یا تمرکزم روی گروه آرتیست هاست و دلیلش هم اینه که خودم به هر حال عکاس فاین آرت هستم و دلم میخواد که از این طریق هم خودم توی از این گروه یاد بگیرم، با این گروه باشم، رشد بکنم و همین که به هر حال با این گروه را بندازیم که بتونیم یه استفاده جمعی همه هنرمندا از این گروه ببریم. هم استفاده جمعی اونجوری، هم چیز اصلی ما، هدف اصلی ما در به اصطلاح گایدلاین ما این هستش که تعالی هنر باشه، یعنی هنر رو بالا ببریم. در این دنیای وانفسایی که ما داریم احتیاج هستش که واقعا یه خود لطافت بدیم. حالا میریم سر خانم رهبر. خانم رهبر این در حقیقت شما... وظیفه ایشونه. بله. لطافت ایشون سخنگوی ما هستن که باید صحبت بکنن و ما باید ساکت باشیم. خانم رهبر البته خودشون هنرمند هستن، منتها شکست نفسی میکنن، میگن منو پتران یعنی هوادار و هوادار هنر و دوستدار هنر خطاب بکنید، نه اینکه ولی ایشون واقعا هنرمند هستن و خیلی هم از کسانی هستن که خیلی به هنر علاقه دارن و زیاد هم زحمت میکشن در این مدت که من ایشون رو از قدیم میشناختم و تازه دوباره افتخار آشناییشون رو دوباره پیدا کردم. از قدیم با عرب شاهی و دوستان دیگه که بودن نشون میده که از قدیم ایشون فعالیت میکردن روی این برنامه. حالا شما بفرمایید که شما در این گروه چه کار میکنید و چه به اصطلاح هدفی برای آینده این گروه دارید؟ با سلام، من همونطور که فرمودین از خیلی سال قبل، سالای early 80s در حمایت از هنرمندان ایرانی گرد هماییشون در واقع در منزل من خیلی از این اتفاقا می افتاد و خب این یه علاقه‌ای که من همیشه از دوران بچگی به هنر داشتم و یه فرصت خیلی گرانبهایی بود برای من تو زندگی من که این از این فرصت خیلی من استفاده کردم، خیلی بهره بردم، خیلی چیز یاد گرفتم، از جمله همونطور که فرمودین آقای عرفشایی، آقای مهندس سیحون و آقای رضا یحیایی. بسیاری از هنرمندان همیشه این افتخار داشتم که تونستم نمایشگاه براشون بذارم و در واقع فعالیت هنری یعنی حمایت هنری من از اونجا شروع شد، سالهای early 80s و بعد خب به دلایلی یه وقفه افتاد. اول سالهای 80 بودش. بله بله. بله. سال 83 دقیقاً. و بعد مقداری وقفه افتاد و در این جریان و یه مقداری هم در ضمن دیدم که این گروه به پا خواسته. خودش یه دلگرمی بود که خب حالا که من یه ذره کنارم از صحنه، دوستان همه جمع شدن و خودشون این
در یه مرکزی دارن جمع میشن و این کاری که خب در منزل من اتفاق میافتاد حالا در یه مرکز اتفاق میافت و این خیلی اسباب دلگرمی بود. ولی خب من به مناسبت هم یه مقداری به مناسبت جغرافی منطقه‌ای که خورده دور بود منزلم، خب زیاد نمیمدم به جلسات، تا اینکه دوست عزیز و هنرمند گرامی آقای حسام ابریشمی یک روز از من خواهش کردن که بیا و همکاری کن و کمک کن، سالها کردی این کار رو و این کار رو بیا ادامه بده، و این شد که من هم یه مقداری در واقع در جلسات اول که فقط به صورت همکاری که یه مقداری اخبار هنری و این حرفا مطرح کردم، ولی یواش یواش دیگه ما اینوالو شدیم. واقعا که در این مدتی که من دیدم یعنی بهترین سخنگو بودید و خیلی قشنگ صحبت کردید، مخصوصا که ما مهمونای خارجی که داریم به زبان انگلیسی خیلی خیلی سلیس و روان و بدون اکسنت و خیلی قشنگ صحبت میکنید و فکر میکنم این گروه خیلی آدم خوبی رو برای سخنگویی پیدا کرده، که رایت پرسن رو پیدا کرده، آدم درست برای این هنر پیدا کرده. شما بفرمایید که شهلا جان، به نظر خودت الان در این گروه ما، اون سایر خانم هایی که کار میکنن و اون آقایینی که هستن در هیئت مدیره، این گرد همایی که شما دارین قبل از اینکه برنامه های ما شروع بشه، شما گرد هم جمع میشین اونجا، چه کار میکنید؟ چه برنامه‌ای میریزید؟ چه کار میکنید که برای برنامه آینده یا برنامه های آیندهمون چه چیزایی هستش؟ چه جوری برنامه ریزی میکنید؟ همینطوری که اشاره کردم، ما ماه می انتخاباتمون بود و اکثر کسانی که هنرمندانی که در این گروه برای سالها همیشه همراه بودن با هم رای گیری کردن و 11 نفر هر کسی که کاندید شده بود بهشون رای دادن و بر اساس هر کی که رای بیشتر آورده بود وارد این گود هیئت مدیره شد در حقیقت. که ما بر تصمیم این بود که 9 نفر شما بیشترین رأی رو آوردی. البته 9 نفر اعضای هیئت مدیره هستن، 2 تا علل بدله، بله. یعنی 2 تا هستن که رزروان به اصطلاح یا ذخیره هستن، که اگر یکی یه وقتی که این 2 نفر در حقیقت تو تمام جلسات شرکت میکنن ولی حق رأی ندارن، مگر اینکه یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره غایب باشه به دلایل موجه و اون شخص دوم یا اول یا دوم بستگی داره چند نفر غایب باشن و رأی اونها میدن. به هر حال یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم در این مدت خیلی کوتاهی که به هر حال از انتخابات گذشته تا حالا شاید 3 یا 4 جلسه هیئت مدیره داشتیم، که این در این جلسات ما کمیته هایی رو تنظیم کردیم و هر کدوم از ما مسئول یکی از این کمیته ها شدیم. که به هر حال اینطوری مسئولیت ها وقتی که تقسیم بشه، البته وظایفی هم زیر این کمیته ها هستش میره که تعداد خیلی بیشتری از یه نفره، به هر حال یه تعداد خیلی زیادی رو به قول معروف اینوالو کردیم تو این جریان که بتونیم خیلی کارا رو راحت‌تر، درست‌تر و با عقیده عده بیشتری، برای اینکه هر کدوم از ماهایی که توی این گروه هستیم، هر کدومون از نظر هنری، از نظر حرفه‌ای، از نظر نگاهمون به زندگی با هم متفاوتیم و با ارزش و همه میتونیم یه گوشه ای از کار رو بگیریم که خیلی ارزش داره و تا به حال که خیلی صمیمانه این گروه داره با هم کار میکنه و امیدواریم که بتونیم یک برنامه های مفصلتر و بهتری، حالا که قسمت البته گیتی جون بیشتر بهش توضیح میدم و قسمت رو، که بتونیم اینا را برای هم خود گروه، یعنی بچه‌هایی که تو این گروه هستن، هم خودمون بتونیم رشد بکنیم تو این گروه و همین که اصل از قسمت مهمترش این که به جامعه‌ای که داریم توی زندگی میکنیم معرفی بشیم و معرفی بکنیم و معرفی بشیم. آفرین گیتی خانم، از شما میپرسم، ما برای اینکه به اصطلاح رابطه‌ای داشته باشیم با
هنرمندای ایرانی که در ایران هستن یا در اروپا هستن در جای دیگه، شما هیچ قدمی برداشتید در این در هیئت مدیره که میشینید یا همچین برنامه رو اصلا مطرح میکنید؟ والا هنوز خیلی، ما چون خیلی این تازه پاست این هیئت مدیره، هنوز همونطور که شهلا جون گفتن 3-4 جلسه بیشتر ما دور هم جمع نشدیم، ولی قدم های بسیار اساسی در این زمینه برداشته شده از طرف موزه های بسیار بزرگ، از جمله در حال حاضر در موزه لس آنجلس کانتی نمایشگاهی هست از آثار 3 هنرمند برجسته ایران، و خب اینا ها کارای از داخل ایرانه که همه به اینجا اومده و ما این فرصت داریم. نمایشگاه اسمش هست 1-2-3 تا 5 دسامبر هم برقرار هست، و دعوت میکنم از دوستان که اطلاع ندارن و حتما از این نمایشگاه دیدن بکنن چون کارها بسیار جالبه. در ضمن موزه چلسی در نیویورک نمایشگاهی داشت به نام ایران اینساید اوت در سال گذشته در همین ماه ژوئن یا ماه جولای، و به هر حال این فعالیت ها خیلی به طرز گسترده‌ای داره انجام میشه. در ضمن دوستانم که و ترتیب به هر حال از وجود این گروه آگاه شدن در داخل ایران تماس گرفتن و سوالهایی داشتن یا میخواستن ببینم ما چی کار میتونیم براشون بکنیم، یعنی اون ارتباط داری یواش یواش از طریق فیسبوک، از طریق به اصطلاح اینترنت داره این ارتباط به وجود میاد. این ارتباط رو شما برای اینکه بتونیم با ایرانیایی که الان میان از طریق ایران اومدن، نمیتونیم ما یه کاری بکنیم که از اینجا خودمون بتونیم باهاشون تماس داشته باشیم برای برنامه‌های بعدی؟ برنامه‌ای بذاریم. میدونم که شما الان دارین یه پریپریشن میکنید، آمادگی دارید انجام میدید که نمایشگاهی در محل خانم پگاهی، شیدا پگاهی، اونجا میخواین پاسیفیک آرت سنتر اونجا میخواید شما یک 6-7 نفر خانم هستن، مثل اینکه فقط کار خانوما رو بذارید اینا. بله، در ما موضوع به اصطلاح جلسه 8 آگوست، روز یکشنبه 8 آگوست، ما در ادامه صحبت که میکردیم در مورد هنرمندان ایرانی داخل ایران، فیلمی تهیه شده به نام Pearls at the Bottom of Ocean یا همچه چیزی که حالا دقیقا تایتل فارسیش شد Pearls of the Beneath of the Ocean زن ایرانی رو اون به اصطلاح به مرواری تشبیه کرده و حرف